دوباره خوش آمدین ادامه صبح زندگی این بخش هم ویژه هست در بخش کودک قرار داریم جناب زکریا بارگزای استاد پهنتون با ما هستند در رابطه با برخور کردن با کودکان و متعلمین صحبت های می داشته باشیم جناب استاد سلام و روزتان مبارک این روز خوش از برای شما و همه استادان بزرگوار خیلی خیلی ممنون شما لطف کردین سلامت باشین ما هم روز معلم خدمت تمام اساتید گرانقدر در هر جایی که هستن تبریک عرض می‌دارم و از پشت کمرم دستان نازنین رو میبوسم و امید که ای روز همیشه در زندگی بار بار تکرار شود سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و این بخش رنگین ساختین رابطه برقرار کردن با کودکان و معلمان است بیاین در رابطه بله. با چون این روز خود از سر روز بله معلم نامیدن فلسفه وجودیش بیشتر بدانیم بفهمیم شما لطف کردین سلامت باشین ببینید معمولاً ما در هم برنامه‌های زندگی تنها مسئول آموزش‌های رسمی نیستیم

که بریم در چوکی بشینیم هر چیزی که استاد گفت فقط مساله را کسب کنیم در جامعه بعضی موارد هست که نو خودی زمینه را برای آموزش ها مساعد می سازه امروز در هر مورد یک روز ویژه موجود هست برای کارگر یک روز ویژه هست برای پلیس یک روز ویژه هست برای تکنولوژی یک روز ویژه است و برای معلم هم یک روز ویژه است این روز معلم صرف تا سر پر هست ارزش های معنوی است و این ارزش های معنوی نمیشه با تفسیر بیان یا با تفسیر توضیح برای شاگرد انتقال داد بلکه همین فضای معنوی خودش یک فضای هست که در این فضای ها آموزش شاگرد قرار میگیره پیدا میکنه که چون این روز برای من خجسته هست قابل احترام هست این بارها یادش کنم و ما جمله کس هستم که فرهنگ به خود میگیرم و بتونم برای دیگران انتقالش بدم فلسفه وجودیش به خاطر گرابی داشت به خاطر بزرگ شدن خود معلم به شر مورد بس قرار میگیره و اگر گویا ما به نام معلم روز نمی پس احتمال داره که شناختن معلم هم خیلی دشوار میشه دشوار باشه یک معلم تعریفی کی است که قابل تعریف باشه شما لطف کردید. معمولا امروز متع... خوشبختانه همگی معلم هست شاید که صفات اجتماعی یک معلم بسیار خوب باشه شاید هم که در حاصل امی نباتات هم یک معلم خیلی خوب باشه چون انسان از هر چیز چیزهای را کسب میکنه ولی یک معلم تاریفی و معلم هست که دیگه بارها مورد قبول باشه هولگو باشه و ما از او گای فراموش نکنیم چند ویژگی را باید در وجودش ببینیم باز بگیم یک معلم تاریفی است یکی از تعریف های بسیار معلم خاص امی آنتای بودن سر زمان است چرا ار معلم که آنتای بودن سر زمان را بیشتر دوست داشته باشه بدون چرا شاگردان به اصول مساله متوجه میشن یک چیز به نام زمان هست از اینجاها موضوع یاد میگیرن نکته دوم معلم باید با دانش نمین رو باشه و اگر قرار باشه که دانش های گذشته همیشه به به گوش شاگرد تنین بیاندازه یک مسئله تکراری از قبلا هم شنیده برایش خیلی جالب تا اون و مسئله سیوم معلم در هر حدی که باشه نیازمند از این مسئله است که م. دانش شاگرد به چالش بکشونه چالش کشیدن دانش شاگرد زمینه را برای آموزش از بیشتر مساعد می‌سازم و یکی از تعریف معلم عبارت از این موضوع هست که خوشرویی و خوش خلق و توهم با تکنولوژی باشه بله. و اگر گویا در شرایط امروز عصبی باشیم و ناراحت باشیم و تقصیر در گردن دیگران پرتیم خب باز مجازاتش یکی خوب معلوم تعریف نمیشه آه. و یکم کار خود خوبتر انجام نمیدیم امید که عزیزان این نکات هستن که خیلی ساده هم به دست میاد و بتونیم اینا رو در خود داشته باشیم خیلی عالی خیلی میگن که معلم استاد پدر معنوی است یا بله، بله. مادر معنوی است چطور یک معلم میتواند رابطه موثر داشته باشد که بتونه جای معلم و جای والدین نقش خود خوب ایفا بکنه شما لطف کردین در همین اپلیکیشن من و کودک من آه. هم یک قسمت از موضوع در این مساله اشاره کرده که به طور مثال یک شاگرد چگونه بتونه به طور یک کودک رابطه خوب آمار. معلم داشته باشه و معلم رابطه خوبم با شاگرد داشته به. باشه امروز رابطه ها بر اساس چی مثلا توصیف میشه در حاصل یکی خوب میگه چه انسان در هم رابطه بسیار نقش اساس خود رو داره آه. اگر انسان از سیب مزاج باشه یا چشمان کم زوم داشته باشه یا حالت گرفته باشه بعد با این باشه به با طریقی که باشه رابطه برقرار نمیشه یک مسئله خیلی مهم است موضوع دوم گای حقوقات حرف علمی فرد باید حرف باشه که برای بدل طرف مقابل بشنه چنگ بزنه و او را مورد قبولش قرار بده تا بتونه او هم بالای مسئله اعتماد کنه موضوع دیگه هر چیزی را که فرد خودش بیان میکنه باید در وجود خوش نمایان باشه متاسفانه ما از زمان میگیم به زمان خود ما احترام نداریم ما به دیسپلین میگیم خود ما به دیسپلین ایمان نداره میاد باورمن نیستیم یا خود ما به دانش میگیم و دانش هم باورمن نیستیم پس یک معلم زمانی میتونه یک رابطه بسیار موثر با شاگرد خود برقرار کنه که بتونه هم جایگاه والدین رو بگیره هم جایگاه معلم رو داشته باشه هم جا... جایگاه یک دوست رو داشته باشه و هم جایگاه از همه مهمتر یک یار و یاورش باشه که در بعض جواب بتونه کمکش کنه یک شناخت مهم است که معلم باید شناخت را حاصل کنه که شاگرد در کدام حالت خوش است در کدام حالت خفه است تا اما احساسات خود رو با احساسات ازی توهم بسازه و این میتونه زمین بسیار خوب سر بیني دو برقرار وسازاو ديگه يکي يک روزا بسر خوبه که خوب در امر برنامه ژوندۍ باشين ګاي اوقات شاګردان به ما اعتماد مکنم میتونم بعض چیزای خصوصي را به ما بیان کنند تا اینا تخلیهشان ولی ما اگر این موضوع را ببرفتیم در جاهای دیگه گفتیم باز گویا از اعتبار خود به صورت کل ما به دور میشیم و موضوع الهیمیت یک استاد است که الهیمیت استاد خودش میتونه زمینه ساز بسیار خوب باشه پس ما برای استادان میگیم که ما به خاطر ایجاد یک رابطه مؤثر تنها بسنده به دانش خود نباشیم بلکه کرکترهای رفتاری را به صورت کل بلد باشیم مسئله چری ما است مسئله صدای ما است مسئله ارتباطات ما است مسئله رازداری ما است مسئله شناخت طرف مقابل هست و مسئله هست که در کجا اوور شویم و در کجاها به طور مثال امرش بخندیم آیا در افغانستان این میارها هست؟ می چقدر از شما این چقدر بیان, بیان کردین؟ معلم در هر شرایطی که باشه معلم هست و در هر شرایط دشوار هم باشه نقش خود را میتونه ایفا کنه و اگر ما بگیم که واقعا به سرهای جامعه امروز بالای مساله تاثیرگذار است خود شاید تاثیرگذار باشه ولی اگر ما معلمی را بر اساس یک عشق انتخاب کردیم که با موضوع عشق ورزیدیم پس ما میتونیم هیچ محدودیت سرای ما قرار نمیگیره ولو که فقر و بیچارهگی باشه امروز ماش در رفتونی مزار افغانی سمی ماش دونی مزار افغانی هیچ تفاوت نمیکنه چون بدلی که وظیفه را با عشق انتخاب کردیم ولی اگر وظیفه را بر مبنای یک مسلک انتخاب کنیم که فقط بتونیم روز رو بگذارانی شاید در اینجا حرفش شما کنه که ما کار کرده نتونیم ولی اگر باهش عشق خواب شود چون حرف بزرگوارم در باب موضوع همین مسئله هست که شما معلمی را با عشق انتخاب کنید با مسئله انتخاب نکو اگر با مسئله انتخاب کردین را که بدر تو نمیخورن بله کودک من گفتیم ما همیشه اپلیکیشن داریم که در رابطه به کودک بله. من شما بار بار در برنامه بودین خب زمان که کودک ما از خانه زمانی که در خانه هست خب ما مسئولیت داریم بعد از اینکه رایش میکنیم به خیر به طرف مکتب و بله. کودکستان یا معلم نقش خیلی بارزی داره که باید بیشتر توجه داشته اما متاسفانه در افغانستان بار باره که ما متوجه شدیم کودک ها تنبیه شدن مورد ام. سیلی زدن و چوب زدن قرار گفتم واقعا کودک های نازدانه و دوست داشتنی که هر فامیل داره هر کی دوست داره که کودکش آرامتر درخشش داشته باشه اما در افغانستان این میار ها وجود نداشته و همیشه همی گپا بوده احمد عزیز مسئله تو راست که پیشرم شروع کردم باز بشاره میکنم که وظیفه یک دشوارت در امروزی است که اصلا خود تنبیه از برنامه تعلیم تربیت برداشت شده که شما به نام تنبیه چیزی نداشته باشین ولی روش های بسیار دیگه هست که ما میتونیم جاگوزین رو تنبیه کنیم و با مراتب هم اثرات بسیار خوب را بگیریم پس جا داره که بیم که امروز این معلم یک بار بسیارت کل بشنیم بله. که کدام معلم باید در شرایط امروز در افغانستان جایگاه داره و میتونه کارش خوب تر هم انجام بده یکی معلمان مرچهی است احمدی عزیز معلمان مرچه چه قسم معلمان است معلمان هستن مرچه ها رو دیدیم به طور مثال آذوقه را از هر جای جمع میکنه بله. برای خود به کسی دیگه جمع نمیکنه این معلمان هم جمله معلمان است خیلی دانش بالا دارن ولی دانش هم برای خودشان است و کسی دیگه نیست یکی معلمان عنکبوتی داریم عنکبوت خاصیتش چی است همو جولا در دور خود میپیچه تار میبافن اینا با تمام دانش خود فقط سر صنف کاملا وظیفه شون پر پورا کردن تایم از با خود میپیچن کار ندارن. و یکی معلمان زنبور اصل داره معلمان زنبور اصل فلسفه زنبور اصل چی بله. سی که بله. های بسیار شیرین شیرین میگیر از هر جای وقتی گرفت ما در اختیار دیگران هم قرار میتا, میتا. اگر یک معلم واقعا که معلم خوب در شرایط امروزی باشه و در شرایط امروزی ما از همه چیزها کردم از پول هم کردم از امنیتهم کرده از روابط اجتماعی هم کرده از دها ده مورد دگه نیازمند به همدلی و همیاری هستیم یگانه کسی که به طور مثال میتانه مشکل کودک هلکنا فقط معلوم هس چرا خانوادهها پرخاشگریزت در سطح بازار پرخوشگریز، در برنامه دیگه پرخوشگری خب پس اگر قرار باشه که در سر سند ما موضوع پرخوشگری داشته باشیم خب از اینجاها دیگه چیز درست میشه ما واقعا کودکان و اقدامند بر جامعه تقدیم میکنیم پس یک معلم زمانی میتونه جایگاه والدین رو حاصل کنه که کمبودی هایی که در کنون خانواده تکمیل نشده باید در مکتب تکمیل شود و تکمیل شدن هزیف فکر کنم هزینه نمیبردارم اگر با اسمش پس و پسند دادن و پیشوند دادن اگر با یک جان و قربان گفتن اگر فرد رو نقبه استفاده کردن اگر به فرد امید داد که تو توانایی بیشتر داری اگر فرد واقعا با دید اساس مردم مورد بس قرار داد اگر تعصب خود در قسمت مساله پس کرد درست است ما همیشه در حرفای خود با دوستا و همکاران میگم. میگم ما در دپارتمان زمانی میتونیم تریفی باشیم که اگر ما از قوم پشتون هستم پشت دپارتمنت ما باید مردم هزاره بیشتر باشه و اگر تو استاد از قوم هزاره هستی پشت دپارتمنت باید افراد قوم پشتون ما بیشتر باشه اونجاها پیدا میکنیم که ما واقعا یک معلم بودیم که همه تعصبات رو دور ساختیم فقط مسلک خود رو بر اساس ایمانی و وجدانی و چیزی که مربوط ما بود انجام میدادیم اینجاها مدرسه شرایط امروز ما نیازمند چنین معلمین هستیم و این معلمین میتونن بتونه درد جامعه را درمان کنه و موضوع جالب بود در قسمت اپلیکیشن گفتین و عزیزان ما از شما خواهش میکنیم که اپلیکیشن استفاده کنن این افسوس داره باور که اگر اپلیکیشن ما در کجاها میفهمیم که دو چهار مشکل هستیم یکی خوی جامعه را تر کردیم در جای دیگه رفتیم باز اینقدر پول بپردازیم برای اپلیکیشن ها آه. که باز ایران بانیم که ما از طرف کمیته به طرز مثال افغان بیسیم یا بیات صاحب ما خو یک اپلیکیشن داشتیم چرا استفادهش نکردیم اونجا دست دست میزنیم و دوم این اپلیکیشن در شرایط امروز جاگوزین شده چرا دیگه گپ خلاص است دیگه برنامه های کمی نیست که کس بیا با کتاب یک تغییر بده خب کودک امروز نیازمند نیازمندی اپلیکیشن است چون سطح تفکرش از طرف روانشناسای درست شد سطح تفکر از اون با سطح تفکر اپلیکیشن امخانی داره زمانی که اپلیکیشن تو همیشه بدون چون, چون چرا تو تمام قاعده های تربیتی رو برایش و میکنیم با. پس روز معلم جا داره که به صفت یک روز خاص ما بتونیم که واقعا یه اپلیکیشن رو برای عزیزان خود بگیم که باید از استفاده خوبی داشته باشه بله با میگن با معلم خود است از که می سوزد و بله می بله سازد بله 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 شما هم قابل قدر هستید ما هم یک گل به این مناسبت همین روز در نظر گرفتیم برگ سبس شما ما, هم ما زیاد است. در قدم نخست هست شما از تیم شما از تمام دستانکارانی دستان که در برنامه سو واقعا زحمت زیاد میکشه تشکری میدانم و گل هزینه خو برای ما یک توفیه بسیار بزرگ است و ما هم خواهان سلامتی و تندرستی تک تک است بازم بر شما مبارک بات میگم روزتان شما لط کردین سلامت باشید خیلی خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون شما سلامت باشید این گل برای ما دیگه همه چیز است چیز است. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. خوش میکنم. سپاس می از شما عزیزا که بیننده صبح زندگی هستین. بازم روز معلم خوش از سبات. بر شما استادان عزیز که ما از برکت شما اینجا هستیم. استاد بزرگوار زکریا بارگزی همیشه خدمتگزار جامعه و نسل نوین بوده. با شما هستیم ادامه صبح زندگی اما وقفه داریم و دوباره برمیگردیم.